دوباره شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه گلبانک و در این بخش از برنامه ما مهمان متفاوت داریم. مهمان امروز ما خوراکش کسی است که خوراکش شیشه است، کسی است که هیچ گاهی گرسنه نمیماند، هر جایی باشه هر چیز پیدا کنه میتونه بخوره و میده خود سیر نگاه کرده میتونه و شیرزای اسمشان است و بیشتر با ایشان معرفی میشیم. سلام صبحتان بخیر شیرزای. سلام، خود تقدیم میکنم به بیننده تلویزیون یک. دیگه زیاد گفتنی نداریم. خوب است ان شاء الله صبح بخوبی آغاز کردین. آرام باشین، زنده باشین، سلامت باشین، بخیر باشین. من خبر شدم همکارا گفتن شیشه میخورین شما. من اصلا باورم نمیشد که شیشه میخورین. واقعا شما شیشه میخورین؟ از من تقریبا 22 سال 23 سال میشه که شیشه واته شما رو گجدو میده من خوراکم است. حالا چی باعث شد که شما رو بیارین طرف این خوراکی ها؟ دیگه خو یک هنر است که خداوند برم داده، یک استعداد است که دیگه هر کسی کار نمیتونه و هر کسی کار نکنه. تا که یک مثال ما خواست، من تقریبا 23 سال شده که کل افغانستان مرا میشناسه که می خوراکم از مار گجدم شیشه و آتش و سنگ اینه می آره میخورم. دیگه مر چی میکنی که تا طفلک های ما میدیم چیزا را میخوره؟ علاقه مند هستن که بخورن؟ میخوره، ما علاقه مند هم هستن که خب باز بزا زرر نمیرسه به خاطر از اینکه ما میکنم اون رقم مثال که شیشه و توش سنگی ها را میخورم و هم منطقه یک کم زرر که بیتاب هست و بیسر هستن خود نیستن، باز وام میتونن که استفاده کنن بخورن. خب از دوگاه خواهش میکنم که کار نکنن، بسیار مشکل است. بله، کار عادی نیست. کار عادی هم نیست، کار هر کس هم نیست. و امیل عزف فامیلای عزیزی که بیننده برنامه هستند برنامه را ببینن، اما کوشش کنن اطفالشان را اگر میتونن که این بخش را نبینن خیلی خوب است، چون اطفال وقتی یک چیز را میبینن نو هم علاقمند میشن به انجام دادن همون کار. اما من توصیه میکنم اطفال را دور نگاه کنین که این بخش از برنامه را نبینن. خوش ارزای صاحب، بسم الله کنین دیگه بخیر، ببینیم چه قسم میخورین. اول مشکل خب این گروپ است و این دیگه هم آینه. سخت است فکر کمیده ایم از تو از اون بگویده. حالا گاهی اوقات تکلیف میده برتان پیدا نشده؟ نه باش کالی قار کرده میده نمیشه، سک قایم است. اینه بینده سعی کنه ببینه. بله این پل پاکی کرده است، پل پاکی کرده تیز است، تیز است. ما واقعا دیده نمیتونم. نوش جانت، نوش جانت، شکر بگرده برد. بیخی مثل امی کشمش نخود بارو میخونی چیه؟ برای من یعنی اینقدر چیزا عادی شده که یا یک کمال نیست که مردم بگوی والا پرکتش میشه و ما میتونم این کار بکنم یا انجام بدم. به خاطر از اینکه من گلاس دست دارم که یک جای دعوت بودیم که مو شیشه میشه خوردم. گلاس ها؟ گلاس دست دارم. باز یک جای میمون رفتیم گفتی چی میخوره خوراک از چی از بدگاه که کلچه آورد در روزی برای من در قاب شیشه آوردن آنی روی میده کردن. مگر باز که میمون است که میمون برنامه ماست که برای ما روز تفرید چی ما دو چند شاه باز هم در قاب شیشه آنی روی میده کردن امون خوردم کرد چای اما تا دم شهید ولی بر آمدم گفتم کاش که خوراک من نمی بودم که کلچه را میخوردم. حالا گاهی اوقات برتان مشکل پیشش نشده؟ گاهی اوقات پیش دکتر رفتین نرفتین؟ من پیش دکتر رفته بودم در برنامه دیگه در تلویزیون آریانا یک برنامه خطرناک بود. همی مرغ زنده که پوستش خوردم. مرغ زنده را؟ آه زنده بود که پوستش خوردم همی جگر خام خوردم. باز اکسی تا دکتر هم همی استاد بودن همی جا من اونا رو نشان میدادم. بازم دکتر ها بازم اونجا که برنامه ما خلاص بازم دکتر ها که دیدن گفت سبا یک چکر شفخانه کجا رفتیم بازوی ماینه کرد گفت که نه از وی دیگه حساب هست. مسئله از اون نبود که مثال من شیشه را خوردم، آتش را خوردم، تیزاب بدی را خوردم. گفت که تیزاب بدی خود چیز هست که در زمین هم پرتی در برنامه آینده هم شالا باز می خوریم. بله بله اتمن اتمن باز می خوریم نمایش می تیم باز تلویزیون هم اونجا تیزاب خوردم دیگه مرغ زنده که پوش خوردم آتش بوده قوخ نه زغال زغال تازه کردم خوردم او را خوردی؟ از من تو کمال نیست که
یگان تا بگو یکم سوال چونبه نیسته. از من چونبه نیو گپا بیخی نفرت دارم بدا میه. حالا امین آتش وقت شما میخورین چطور زبان شما در نمیگیرد؟ خود دانتان لبا. خود ایگو پیشتر برد گفتم که یک استعداد است که خداوند به من داده. دیگر چون که افغانستان یکم زده تو واز خوبتر نیست. اگه در خارج باشه مثال این برنامه های نمایشاری که من میگم برد بتم که در خاطر 5-10 یا 20 هزار نفر یا 50 هزار نفر شیشته باشه نمایشار ما بتم بسیار زندگی خوب یک زندگی خوب داشته می باشم. نه افغانستان نر پیشر کجا قدر قدر میتن کجا قدر از دولت مثال کلام پیش ما قدر دارین پیش مردم قدر دارین مطمئن باشین که امیل عزیزی که ما وطنان ما میبینن پیش تمام مردم ما قدر و عزت دارین شما. تشکر. گروپ خوردین دیگه چی هست چی آوردین بخود؟ باشکن گروپ کم دوگان بخورم بینده نگه کم خورد. هموطنان عزیز شماهایی که بیننده برنامه هستین لطفاً به هیچ عنوان کار را نکنین و قسمی که شیرزای صاحب گفت واقعاً کار هر کسی نیست هر کسی نمیتونه. این شیشه است؟ این آینه روی است. آینه است؟ آینه روی است. میدان این زخیم تر هم است. نه از اینکم گیلاس از اینکه بسیار قوی است. گیلاس دوستدار کس بسیار چی هستن. خویرم به خاطر بینده و برنامه باز داینده باز گیلاس هم میدان میکنم گیلاس هم میخورم. دندانات خراب نشده؟ جور تیار است. بس جور است دیگه باز یک دانه که کم تخریب دیده که باز شیشه موتر خوردم. شیشه موتر هم خوردی؟ با مو زخامتش؟ موتر هم رئیس ترافیک ساد کرده بود در دیوانان در فروزگاه که فرم نیسان جواشه تا بوده در خانه مانده بود. گفتم من از پیشه تان هستم گفتم برو از مرد لیسانس جواشه چی میکنی؟ باز دیگه ترافیک سوال کرد گفتی شناختی رئیس صاحب گفت نه گفتی هم نرپیشی ماست که شیشه و مال در جوی که میخوره گفت نه بابار باز دمی شی چی را مایده کردم شی خب محترمه شو دبل بود او را مایده کرده یه ملازم اونمو لازم شیش مایده کردم دیگه در فرای فروشگاه کل بینده استاد بود بازم شی محتر کم خوردم اما شی خب مایده کردم خوردم باز جمعه ایس ترافیک باز من 20,000 بود 30,000 بود با جا بجاید بکسخت کشید برای من داد باز مرا گفت که برو دقت ساز این روز کلی تعریف کنه افغانستان رو بگم که تو نهید دوست نه دوست نه کنه بس کفایت میکنه کفایت میکنه همه قدر اما قابه نخوری حالا یعنی هیچ وقت خودت دیگه گشنه نمیمونی در جایی که شیشه بود گروپ بود دیگه جدا از یا چی میخوری گفتی تیزاب میخوری آتش میخوری گوشت خام میخوری دیگه چی میخوری؟ یعنی می تیزاب گفتم گوشت خام است، دیگه آتش است، امید چاقو را قوق میگردانم که سرخ شد، خوب صحیح که قوق شد، معلوم شد کنه سرخ است. با در زبان می چسبانم در برنامه دیگه هم همونطور انجام دادیم، نماش دادیم. او برنامه ما از باز، در برنامه آینده باز بخیر امشال که خودت باز امید تعقیب کرده میریم. باز نمایش ها دوام جالب می سازیم انشالله حتماً حتماً اما من چیزی نمیخورم از این چیزا نه تا خدا میتیم به خاطر که گفتم این چیز کار آسان نیست مگه ایره یک کمکشون بخورم مطمئن باش که من دیگه از بین میرم نه خدا نکنه دشمن از بین بره خب کوشش کرده که بیشتر هم از که امتحان گفت خودتان که هر کسی کار نکنه و هر کس نمیتونم مشکل از کار سخت است واقعا این کار سخته است کار استعداد از خداوند داده ما بدون شک یک استعداد است که مثال کدام چنبندی و کدام کمال نیست و چنبندی کدام کار خوب هم نیست که مردم بکنه ما که هر کس باشه در خواهد 5 نفر 10 نفر 20,000 یک لک نفر هم باشه من کار خود انجام میتو مشکل ندارم این چیزا رو وقتی که میخوری تو سیر هم میشی یا خیر یا فقط به خاطر هم نمایش است این به خاطر هم نمایش که جایی که مثال خودتان دعوت ما کرده که آمدیم همی کار انجام دادم باز در جای نمیکنم این کار به خاطر که کلام کار آسان نیست کار عادی نیست که آلی شب یک برنامه را ما دیدیم یک نفر قطر در هندوستان قطر را گرفتک تو چپه و راسته کرد گد کرد اما پلار کل شو یک رنگ سیاه کشید باز یک رنگ سرخ کشید او را رئیس جمهور یاد چقدر استقبال کرد مردم های چقدر استقبال کرد به یک قطع گم کردن و پیدا کردن پیدا کردن دیگه فکر کو که چقدر استقبال شد این شب برنامه ما دیدم دیگه این برنامه ما شما که پل پاکی را بخورم یا مثلا تشا بخورم تیزا بدیا بخورم میرا بخورم
یک خوک بسیار از عقل بالاست. بله بدون شک کار هر کسی نیست، واقعا کار هر کسی نیست و شما هایی که بیننده برنامه هستین به هیچ عنوان کار را انجام ندین. خیلی تشکر شیرزه عزیز، سلامت باشی، انشالله هفته بعدی هم خودت را مهمان میداشته باشیم و بر ما بگو که هفته بعدی چی را نوش جان میکنی. هفته بعدی باز زمین گوشت خام میخورم، گوشت خام آتش هم میگیرم، آتش باز دسلو سلو باز برنامه را باز خیلی جالب کرده میریم. درست است، حتما وطندارای عزیز هفته بعد هم شما شاهد باشین که شیرزه صاحب بر ما وعده کرد که گوشت خام با آتش نوش جان میکنه. خیلی تشکر، سلامت باشی. به عنوان صحبت های اخیر حرف و پیام اگر داشته باشی کمری ما در اختیارت است. همی خواهش دارم که از همی مردم امارات ما خواهش میکنم که نمیده که امایه ما کنه، یک مثال تا جای برسیم دیگه بسیار روزگار خراب است. چرا که مثال کمال های و سرای اونر که من دارم میتونه که از پیش من استفاده کنم دیگه. یعنی خواهش دارم زیاف خواهش نمیکنیم دیگه، زیاف قبل نمیزنیم. انشالله که حرفای شما رو مسئولین شنیده باشه و سران حکومت حتما شما رو حمایت کنه، تشویق کنه و دستتان رو بگیره. بدون شک شما افتخار ما هستین. این کار هر کسی نمیتونه و ای که شما نام خدا ای استعداد خارق العاده را دارین هر کسی نداره و ما هم میخوایم برای او دست تجاران سکتورهای خصوصی و شخصی میخوایم برشان بگویم که لطفاً حمایت کنین هنرمندهایتان را، لطفاً کسانی که یک استعدادی در یک حیطه دارند لطفاً اونا را حمایت کنین و امید از هموطنان ما که خارج از افغانستان هستید شما همچنان میتونین حمایت کنین، دست هموطنتان را بگیرین و مطمئن باشین که این هموطنان ما استعدادهای فوق العاده زیادی دارند، فقط حمایت نمیشن، تشویق نمیشن و اگر حمایت شون تشویق شون مطمئن باشین که کارهای خیلی بزرگ انجام میتن. خیلی تشکر، سپاسگزار از شما همچنان که برنامه ما اومدین. تشکری خاص میکنم از تمام شما فامیلای عزیز و وطن‌دارای گل و مهربانم که بیننده برنامه زیبای گلبانگ از دریچه تلویزیونی یک به طور زنده و مستقیم هستین. تا اینکه فردا من امین رحیمی در برنامه گلبانگ در خدمت شما حاضر میشم، شما را به الله منان میسپارم. در ادامه با همکارم آرزو جان باشید.